نزارجاف، نویسنده سرشناس کرد عراقی، در مورد آینده رژیم ولایت فقیه و اپوزیسیون برانداز اون یک مقاله در ایلاف لندن منتشر کرد. قبل از هر چیز این سوال مطرح می شود که چرا خامنه‌ای به جز سازمان مجاهدین خلق جریان دیگری را به عنوان مسئول و طراح و مجری قیام دیماه 96 معرفی نمی کند؟ همچنین ما سوال می کنیم که چرا مقامات این رژیم سازمان مجاهدین خلق را متهم می کنند که پشت قیام سال 88 قرار داشته است؟ سوالاتی مهم و ضروری نیز وجود دارد. آیا واقعاً بقای رژیم ایران به سود منطقه و جهان است؟ آیا می توان این رژیم را تربیت کرد و شرارت‌ها و سیاست‌های شک برانگیز و جدل برانگیزش را در کادر و چارچوب آورد؟ آیا رژیم ایران می تواند از روش‌هایش کوتاه بیاید و شیوه‌هایش را تغییر دهد و از هر آنچه طی 4 دهه گذشته به آن فرا می‌خواند و بدان عمل می‌کرد دست بردارد؟ این بدان معنی است که رژیم ایران از همه پایه‌ها و افکار خود دست بشوید و همچون هر رژیم عادی و سایر نظام‌های سیاسی منطقه بشود. آیا این واقعا امکان پذیر است؟ و چطور می شود چنین امری را تضمین نمود؟ به نظر ما این امری غیر ممکن است، زیرا چنین نظام سیاسی و مذهبی جز با انقلاب یا سرنگونی تغییر نمی کند و هیچ راه دیگری وجود ندارد. یک بار دیگر سوال می کنیم چه اپوزیسیون سیاسی ایرانی به جز شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق در داخل یا خارج از ایران وجود دارد که به صورتی فعال و مؤثر فعالیت نماید؟ آیا مردم کشورهای عربی به جز شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق جریان دیگری را می‌شناسند که مواضع سیاسی و مطبوعاتیش یک سویه علیه رژیم ایران باشد؟ به راستی راز نهفته پشت اغراق در نقش جریان‌های سیاسی ایرانی مخالف رژیم حاکم بر ایران چیست؟ رژیمی که تاریخ مصرفش تمام شده، زیرا دورانی را نمایندگی می‌کند که به سر آمده و بازگشتی برای آن متصور نیست. چرا این تمرکز بر روی جریان‌های سیاسی حاشیه‌ای وجود دارد که طی 40 سال گذشته در صحنه سیاسی ایران غایب بودند؟ چرا آنها را در ویترین می‌گذارند؟ چرا بر روی این موضوع متمرکز شدند که سازمان مجاهدین خلق بازیگر اصلی در صحنه ایران نبوده است؟ آیا اپوزیسیونی که به قدرت سازماندهی و انضباط و توانمندی در ترتیب دادن گردهمایه‌های سیاسی بزرگ شناخته شده است، واقعاً نمی‌تواند زمام امور را بعد از سرنگونی این رژیم در دست بگیرد؟ ادعای تبدیل ایران به سوریه صنعت خاصی است که توسط رژیم تهران ساخته و ترویج می‌شود و برخی قلم‌ها و اذهان باداده بدون اینکه خود را مسئول بدانند آن را تکرار می‌کنند. کسی که باور کند این رژیم ممکن است از روش خود در صدور بنیادگرایی و تروریسم و دخالت در امور کشورهای دیگر دست بردارد، مانند کسی است که خودش را آشکارا فریب می‌دهد. آری، نیروی تغییر که ایران آینده را ترسیم خواهد کرد همان است که رژیم شاهنشاهی خواست آن را از بین ببرد و همان است که رژیم آخوندها تلاش نمود سالن گردهمایی سالانه‌اش را منفجر کند.